بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس آموزه‌های دینی و فرهنگی، حفظ محیط زیست حفظ ارزش‌های الهی است و هر گونه آسیب به آن خطا و غیر قابل جبران است. خاک من آباد، دلم گرمه، چار فصل ایرانم و دوست دارم. جغرافیای عشق این نقطه، خاکش و رو چشما میذارم. دریا و جنگل، کوه و رودخونه، یه گوشه از زیباییاش میشه. بارون که میباره همه دنیا دیوونه آب و هواش میشه. با نام خدا و با سلام خدمت شما بینندگان محترم. همونطور که میبینید ما هنوز هم استودیومون، هم این تریبونمون، هم خودمون آمیخته با ایام ولادت و هفته وحدت هستیم. در نتیجه یادگارهای عید دیروزمون هنوز حفظش کردیم، یه هفته هم حفظش میکنیم. خدمت شما عرض کنم که هفته پیش هم گزارش شما رو دیدید که رفته بودیم بندرعباس، از اونجا داشتیم پخش میکردیم براتون. گرچه میهمانای آورده بودیم، شاید خیلی حرف زدن، در نتیجه شما برخیتون خسته شده باشید، ولی تلاش ما اینه که گهگوداری مجال بکنیم این شهرستان ها بریم، شخصیت های محلی خیلی متنوع و جالب و مطلعی رو میشه اونجاها پیدا کرد که دعوتشون کردن و خواهش تمنا کردن، بنده خداها رو اینجا کشوندن، مخصوصا با این بیپولیا هتل موتل که نمیتونیم بهشون بدیم. نتیجه سخته، ما باید بریم اونجا. اینه که انشالله هفته های بعد شاید مجال بشه دوباره این کار رو بکنیم. برنامه سرزمین ما رو میشناسید دیگه، چه توضیحی بدم؟ بریم سر اصل مطلب. یه شماره بدم، هر چی دلتون میخواد بفرستید برای ما، خوبی بدی یا الاخر. شماره زنگ هم میتونید بزنید، 2781 برای تهرانی ها. شهرستانی ها هم پیامک بخوام بفرستن، نه تهرانی ها 162 رو بفرستن، شهرستانی ها 2781 رو شماره گیری کنن با صرف 21ش برای اینکه پیام صوتی بذارن. ولی پیامک نقد تره. الان یکی از دوستان روی تبلت دستشه، پیامکی که ما میفرستید ورق میزنه، برخیاشو سوا میکنه، اونایی که میتونیم پخش کنیم سوا میکنیم، یه رو بده به من، میگه اینا رو میتونی پخش کنی. نه واقعیتش بخوام اونم که نمیتونیم پخش کنیم، یه جوری با کنایه سعی میکنیم بهتون بفهمونیم که گرفتیم. و اما سوال موضوع هفته و سوالمون، به نظر شما چطور باید به یاری کوهستان شتافت؟ چرا این موضوع انتخاب شده؟ چرا این سوال انتخاب شده که تو پیامک ها بفرستید؟ چون هفته روز جهانی کوهستان در پیشه و میخوایم تجلیلی بکنیم. و الاخر سرزمین تیوی که تو این شبکه اجتماعی میتونید ارتباط داشته باشید. الاخر و سلام، سوال ما هم که فهمیدید. حالا میخوام دعوتتون کنم یه قطعه موژنگرافی رو ترجمهش بکنیم. ترجمهش رو نمیدونم متداول شده یا نه، پویا نمایی بگیم، همچنان تو رده انیمیشنه، یه رشته پویا نما شده یک پیام رو با هم ببینیم، بعدش در موردش صحبت میکنیم انشالله. آبان ماه 1396 کرمانشاه زلزله اومد. خیلی از خونا بیمارستان ها از بین رفت. درست همین روزها خیلی از بانک ها و شرکت ها شروع می کنن به چاپ سر رسید. بانک ها و مؤسسه های اعتباری امسال بناست حدود 9 میلیون جلد سر رسید چاپ کنند که هزینه اون 100 میلیارد تومان میشه. تازه برای چاپ این سررسیدها باید حدود 1,413,000 اصل درخت قطع بشه. با پول سررسیدهای امسال بانک ها میشه 250 مدرسه ساخت. ما ایرانی ها همه یه خانواده ایم. وقتی برای یه خانواده چنین اتفاقی بیفته چی کار میکنه؟ بیایید امسال از بانک ها یه درخواست خانوادگی داشته باشیم. به جای چاپ سررسید تو کرمانشاه مدرسه بسازن. بیایم با کاغذ مدرسه بسازیم.
خب اشاره بکنم که این قطعه توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ولی بلافاصله یکی دو سه روز بعد من یک خبری هم خوندم مبنی بر اینکه بانک‌ها، انجمن بانکداران بخش خصوصی و دولتی، اینا با هم جمع شدن تصمیم گرفتن که باش آقا اصلا امسال ما هزینه چاپ سررسیدامون رو صرفه‌جویی میکنیم میدیم به زلزله زدگان. این تصویب شد و قطعی شد و تموم شد رفت. در نتیجه اولا اگر حساب دارید و پول دار هستید منتظر سررسیدینا تو شب عیدی نباشید، در ثانی دلمون خوش باشه که لاقل یه هزینه بیهوده‌ای اونجا صرف شد. البته در مورد اینکه سررسید کاربردیه یا نه، دکور اصلا دورریزه، الزامن هم نمیشه گفت. بعضی ها که علاقه به برنامه ریزی و این حرفا دارن، نوشتن و یاد داشتین حرفا، از این سررسیدها استفاده میکردن، ولی خب احتمالا اونا مجبورن که بخرن. خیلی هم رقم درشتی نیست. در حقیقت وقتی هم میخرید بگید که این رفت دارم کمک میکنم به زلزله زدگان، این پولی که من میدم و این سررسیدو میخرم، چون بانکیه پولشو برداشت برده اونجا. خب خدمت شما عرض بکنم که پس این در مورد این خیلی از این نکات ریز وجود داره ها. من سفری کمی بندر عباسی که شما گزارشش رو دیدید رفتم، اونجا یه گروه بزرگی 300-400 نفر برای همایشی گرده هم جمع شده بودن و یک هتل لوکس و بخور و بپاش یا نمیدونم بود یا نبود تا حدی بود هم برایشون تأمین شده بود، برای اینکه یک مراسم اختتامیه یک جشنواره ای رو توی یک از این ادارات جمعش کنن، مراسم اختتامیه براش بذارن. هواپیما بهشون دادن، دو سه شب تو اون هتل موندن، اونجا سال و مالان اجاره کردن، پول غذا این جماعت 300-400 نفر رو دادن فقط برای مراسم اختتامیه. به نظر من یه مقداری اینها با توجه به فقری که من وقتی میرم تو مناطق حاشیه شهرها و روستاهای کشور میبینم اصلا منصفانه نیست. واقعا آدم دلش میسوزه وقتی میره جماعت بیکاری رو میبینه که اصلا محتاج نان شبشون هستن. بگذاریم و اما یه چند تا خبر بخونم که بریم بخش مهمان امروزمون. چند تا خبر، خبرهای جالبن، مهم نباشن جالبن. یکی این که یه خانم جوانی، دختر خانم نوجوانی در حقیقت، به قصد فرهنگسازی و کارآفرینی پروژه‌ای طراحی کرده که خلاصش اینه که پارچه‌های دورریز خونتون رو ترجیحاً رنگ و لابدارهاشو جمع‌آوری میکنه، میبره باهاش اشیای کاربردی تر و زیباتر و کاردستی و هنری این حرفا تولید میکنه و بعد دوباره اینا رو میفروشه. یه انجمنی به نام انجمن باور، انجمن باور الان یادم افتاد، من الان قبل از اینکه این خبر رو بخونم به دوستان میگفتم این انجمن باور رو بشناسیم به مردم معرفی کنیم، تازه یادم افتاد که آبا میشناسمش، خودم رفته بودم دیده بودم، شخصیت خیلی جالبی اونجا جمع شدن اگر اشتباه نکنم. بله انجمن باور همونی که تو ذهنمه، یعنی بیشتر اونایی که محدودیت‌های حرکتی دارن اونجا جمع شده بودند و خیلی آدمای با انگیزه، خیلی کارهای بزرگ، اینم یکی از اون کاراشونه. حالا اگه اشتباه منو میخواید درست کنید جستجوی تو اینترنت بکنید انجمن باور، ببینید کیه و بعد چه کاری کردن، اگه میشه ملحق شید به اونها این کارو شما هم ادامه بدید. میتونید از این انجمن‌ها شما هم ایجاد بکنید، راه باز، علاقه شما بسیار و مقدور است. اتفاقا ما امروز مهمونایی داریم که همچین کارهایی کردند و دقیقی بعد با ایشون آشنا میشید. خبر بعدی، دورنای سیبری دوباره دیده شده. یه دونه دورنا ما پیدا کردیم بعد سالها. این یعنی قدیما خیلی میومد، خیلی میومد، میومدن مثلا تو شمال ما یه مدت میموندن، بعد 10-20 روز میدیدی اومدن مرکز مثلا دوربر عراق طالابی میقان این حرفا دیده میشدن، بعد میرفتن اونورتر جنوب تو فارس، تو دریاچه های فارس دیده میشدن، بعد دوباره برگشتشون پله پله دوباره برمیگشتن میرفتن سیبری. حالا تو راه هی زدن کشتن. الان یه دونه مونده، اسمش هم گذاشتن دورنای سیبری. امیدی هست که یه دونه زیاد بشود یا نشود، امید چگونه امیدی است نمیدانم. این بنده خدا یه دونه هم یه دفعه بینی فردا ناآگاهی یه تیری شلیک کرد و خلاص شدیم رفت. بدانید ببینید این یه نمونه های جانداران زمین، دونه دونه انسان داره از بین میبردشون، اینم یه دونه ازش مونده تو ایران داره میاد. اینم دورنای سیبری بود. بهتون گفتم تو خبر اومده که یه ذرم دیر اومده، دیر کرده، نگران بودن کجا بوده، توضیح داده تو خبر که آقا نگرانیش همینه که امسال پاییزش یه سری گرم بود، اونم دیر رو افتاده بیاد. و اما خبر بعدی،
یه تئاتری هم دوستان شناسایی کردن تو اصفهان داره جاری میشه که مربوط به محیط زیسته و گفتن تشویقش کنی، خیلی کار خوبیه که تئاترها و اینجور چیزا و نمایش‌های نرفا محتوای محیط زیستی پیدا کنن، مخصوصا که این به کودکان هم مربوطه. اسمش هم پدر خوب یا پدره، چون یه پدر چوب نوشته، پدر چوب نوشته، ولی چون گاهی وقتا اشتباه تایپی پیش میاد اینجا، من مدام نکنه پدر خوبه اینجا نوشته چوب، ولی پدر چوبه چون محتوای محیط زیستیه، چوب هم بهش مربوطه. خب بریم حالا یک گزارشی رو که شما فرستادید با هم ببینیم تا مهمونامون رو دعوت بکنیم. ورود فعالین محیط زیست استانهای کرمانشاه، ایلام، کردستان به شهر زلزله زده سرپل زهاب جهت پاکسازی این مناطق از پسماندهایی که توی این چند روز جا گذاشته شده. فعالین محیط زیست غرب کشور، استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام طی فراخوانی که با هماهنگی شورای سمنهای هر کدوم از استانهای خودشون دادن، فعالین محیط زیست رو به مناطق زلزله زده فرا خوندن. به هر حال مسائل زیست محیطی میتونه در روند روبه رشد این مردم عزیز تو این بحران خیلی کمک کنه و به هر حال برنامه ته چند محله همطور که گفتم انجام خواهد شد. امیدواریم که سایر فعالین محیط زیست کشورمون هم به این کمپین بپیوندن و ما رو همراهی کنن طی هفته های آینده. سلام، شهرداری کرج تو پارک جهان نما داره یه کار خوب انجام میده، نیمکت ها و سطح‌های زباله پارک رو همه رو با ادوات و تجهیزاتی که دارن میشورن واسه رفاه حال مردم. تشکر کنم از شهرداری کرج، مخصوصا آقای محمدی که نماینده شهرداری توی پارک جهان هست. آبشینه نزدیکترین منطقه آبی به شهر همدان. فردای روز پرندنگری ما با بچه های مؤسسه حیات سبز سرزمین اومدیم به تالا و با کارشناس های محیط زیست و اومدیم داریم پرنده نگری میکنن، دوستان آموزش میبینن، اطلاعات میدن. یه پرنده جالب رو دیدیم، آقای رمضانی کارشناس محیط زیست هستن و دارن توضیح میدن در مورد اینکه آواست رو امروز تونستیم ببینیم. پلیکان سفید بزرگ رو دیدیم و اینا اغلب نباید اینجا دیده بشن، ولی خب اینجا امروز دیدیم به خاطر سردی هوا قاعدتا با رفتارش هم متعالی مقدار لطف کرده با ما بیشتر موندن. مرسی بچه‌ها، شما مرسی، دست شما درد نکنه. خب اول از همه تشکر کنم از دوستانی که این قطعات رو فرستادن و دعوت کنم دوستان دیگه ای که اگه بیننده هستن همین موبایلی که اغلب تو جیبمونه در بیارن، هر جا مطلب جالبی بود بگیرند و بفرستن. ممکنه یه مطلبی میگیرید میفرستید به دلیل ذکاوتی که در انتخاب سوژه به کار میبرید، حالا دوربینتون کج و کلم بود، صدای بادم اینجوری صدا برداری رو خراب کرده بود، این حرفا مهم نیست. به دلیل ذکاوتی که در انتخاب سوژه به کار برده بودید مورد تشویق دیگران قرار بگیرید. چه گزارش خوبی برام فرستاده بودی، تو تلویزیون دیدم و این حتی ممکنه مسیر زندگیتون عوض کنه. یه کار کوچولو یه دفعه می‌بینی شما رو انداخت تو خطی به دلیل تشویقی که پشتش میاد، انداخت تو خطی که لذت می‌برید ازش و زندگی لذت بردن به دلیل توفیق‌های ریز ریزه‌ایه که ما توی مسیر هدف نهاییمون به دست میاریم شیرین میشه. زندگی یک راه شیرین شدنش اینه، تقلا میکنی بری بالا، هی یه متر میری بالا خوشحال میشی. این یه گزارش کوچیک میتونه متر اول شما باشه. خب این سیب چیه دستم؟ ما میهمانان محترمی داریم که در یه گوشه از ایران زندگی میکنن که سرده، آب و هواش کوهستانیه، سرد و کوهستان، آبش هم نسبتا خوب و فراوانه، در نتیجه مستعد برای سیب. سلام عرض میکنم. سلام. خیلی خوش آمدید بهرامیان. آقای بهرامیان خودتون معرفی بفرمایید. مهدی بهرامیان هستم، از
شهرستان کوهستانی سمیرون حل شد. همین رو می‌خواستم بشنوید. از سمیرون میهمان داریم. سرکار خانمه؟ بهرامیان هستم از انجمن پیام‌آوران سبز سمیرون. تشکر. من سلام خدمتتون کرده بودم. بینندگان هم با شما آشنا شدن. خب خیلی ممنون. هر دو این میهمان محترممون گرچه فامیلاشون بهرامیان هست ولی قمخیش هم نیستید. نه. ولی توی شهر زندگی میکنن. نکنه اونجا مثل بقیه شهر سه چهار تا فامیلی بیشتر نیست؟ سه چهار تا که بیشتر بیشتر. چون میبینی بعضی شهر رو دست میذاری میبینی همه گودرزی هن، همه حسنی هن، همه حسینی هن، بعد میبینی دیگه همین پنج تان اینو هسته اولی شهر رو تشکیل دادن. شهر شما چقدر جمعیت داره؟ تقریبا بین 60 تا 70 هزار. 60 تا 70 خوب شهر بزرگی. این یه سیبم فعلا دستم تا نیافتاده، آبروم نرفته. چه تقول قل میخوره، بعدش من مجبورم بردارم بخورمش چون نمیتونم اصلا صرفا به دلیل اینکه از دستم افتاده از خوردنش بگذرم، فعلا میذارم اونجا نیافتاده بعدم بخورم. خب وارد بحثمون بشیم. شما از طرف یک انجمنی تشکیل بردید. انجمنی چی؟ پیام‌آوران سبز سمیران. چند سال تشکیل شده؟ ما 90 سال 92 تشکیل شد. 92 4 5 سالیه. آره. سمیرون شما بفهمید کجاست برای بینندگان شاید الان میگه سمیرون کجا بود؟ سمیرون در جنوب استان اصفهان قرار گرفت، یعنی جنوبی ترین شهرستان استان اصفهان. تلفظ صحیحش سمیرومه. سمیرون بله. بومی ها چی میگن؟ هم سمیرون میگن؟ سمیرون. سمیرون. بله. بومی ها سمیرون میگن. بله. توی سمیرون بگیم ما بومی که نمیتونی صحبت کنی. زبان خاص داری؟ نه. لهجه خاص داری؟ خیلی حالا به اون صورتی بگم خیلی خاص باشه نه، ولی خب تا حدودی یه سری کلمات حالا به صورت دیگه فکر کن کلمه پیدا کن که جای دیگه به کار نمیره سمیرون یا به کار میبرم میگم میپرسم ازتون. شما بفرمایید که عشایر من میدونم اونجا خیلی داره رفت آمدن. چه عشایری؟ عشایر قشقایی هست. بله. بختیاری نمیاد اونجا. بختیاری هم خیلی کم هست. کمه. عشایر بیشتر قشقایی هستن. ولی خود مردم سمیرون فارس زبون هستن. خودشون فارس هستن ولی تو روستا و اینا همش قشقاییه. قشقایی اینا هستن. خب خیلی عالی. بعد من فقط اشاره بکنم که یکی دو تا قله خیلی بلند و خیلی مهم زاگرس ما نزدیک این سمیرون به دوستانه، مخصوصا مجموعه قلل دنا که 5 6 تا قله بالای 4000 متر 4400 متر این حرفا، خیلی منطقه سعبالعبور و کوهستانی و جالبه. این هفته هفته کوهستان بود، نمایندگانی از منطقه کوهستانی آوردیم. خب شما این انجمنتون رو اصلا هدفش چیه؟ میخواد چیکار کنید؟ برای حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی، چون توی منطقه هستیم که منطقه بکر و دست نخورده هست ولی متاسفانه داره از بین میره کم کم. بیشتر نگران تخریب محیطتون آره. هستید. شما بفرمایید دوست داشتید یعنی نقشه ریخته بودید انجمنتون به چه سمتی بره؟ ایده اصلی تشکیل گروهمون در واقع از طریق همون عکسایی که توی فضای مجازی در مورد پاکسازی مناطق طبیعی گذاشته شده بود توسط انجمنهای دیگه، وقتی که اینها رو دیدیم تصمیم گرفتیم که انجمن ما هم همچین کاری رو شروع بکنه، یعنی یه گروهی تشکیل بدیم و توی شهرمون یه همچین کاری رو شروع بکنیم از پاکسازی مناطق طبیعی، که بعد تصمیم گرفتیم فعالیت هامون رو توسعه بدیم و گسترش بدیم، در سایر زمینه ها هم فعالیت بکنیم و الان تصمیم گرفتیم که بیشتر تمرکزمون رو روی کوهستان و موزلات کوهستان قرار بدیم. چند نفر گرد هم جمع شدید؟ در ابتدای کار 5 6 نفر بودیم ولی الان خوشبختانه 350 نفر عضو داریم. بیشتر چه سن و سالی هن؟ چه رده تحصیلاتیه؟ ما از همه سنین داریم، از کودک 4 5 ساله توی گروهمون داریم تا یک خانومی که 40 50 سالش باشه. اون کودک دیگه برای اینکه بچه ها باید از همین الان آماده بشن و با طبیعت آشنا بشن. به خاطر اینکه میهمانن؟ نه میهمان نیستن، حتی به عنوان عضو اصلی و توی اکثر برنامه ها هم شرکت میکنن. چه جالب. ولی ایده خوبیه. من یه لحظه داشتم فکر میکنم خب اون بچه بنده خدا که اومده بازی کنه اونجا 4 5 ساله، ولی حس میکنم وقتی تو محیطی بازی بکنی که مثلا دارن گل میکارن، نمیدونم آشغال جمع میکنن از کوهستان، رنگ میکنن یه جایی رو، تمیز میکنن و اینجور بحثایی که میکنن، یه بحثای خاصیه، این تأثیر عمیق تو بقیه زندگی میگذاره. خب های بهرامی از شما بپرسم که روند افزوده شدن اعضاتون راضی کننده بود؟ تعداد؟ آره خیلی خوب. ما روزای اول فکر نمیکردیم که اینجور باز اینجور مثلا اعضا رو بتونیم جذب کنیم، ولی خوشبختانه
روند ما که رو به جلو بود خیلی باز خیلی از اعضامون واقعا. الان چند نفر هستید؟ الان 350 نفر. 350. خب اصلا ما یه گزارشی داریم که این اطلاعات رو تصویری داره نشون میده. اونو با هم ببینیم بعد این بحث رو با هم ادامه میدیم. داخل. منطقه‌ای که در اون قرار گرفتیم ورودی چشمه‌ناز ونک شهرستان سمیرم هست. این منطقه یکی از مناطق طبیعی شهرستان سمیرم هست که گردشگران زیادی به این منطقه میان برای بازدید از اینجا، ولی متاسفانه گردشگری انبوه و گردشگری ناپایدار در این منطقه توسعه پیدا کرده و همین امر باعث شده که بکر بودن منطقه از بین بره. نمونهش همین پلی که پشت سر من میبینید که یک پل فلزی هست و اصلا هیچ سنخیتی با منطقه طبیعی نداره و بیک بودن منطقه را از بین برده. از طرف دیگه یک عده به علت اینکه میخواستن بهره برداری بکنن از آب این منطقه برای آب معدنی، یک سری لوله های بزرگی رو توی چشمه های اینجا قرار دادن که اون هم باعث شده که منظره طبیعی اینجا و بیک بودنش از بین بره. تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم عنوان موزه است که بدون کمک‌های مالی دولت و در نتیجه خلاقیت و ابتکار اعضای انجمن پیام‌آوران سبز سمیرم در محل ساختمان یک حمام مخروبه راه اندازی شده است. این مجموعه شامل اتاق‌های تنوع زیستی، موزه مردم‌شناسی و پسمان می‌باشد. جمع‌آوری این سه مقوله در یک مکان می‌تواند مخاطبین مختلفی از تمام اقشار جامعه را به خود جذب نماید. در بخش فرهنگی یعنی اتاق موزه مردم شناسی که معرفی آداب و رسوم منطقه پرداخته شده است. بخش مدیریت پسمان که در بخش ها و قسمت های مختلف موزه پخش شده است و شامل وسایلی است که از دور ریختنی ها ساخته شده اند. به عنوان مثال مبلمان و میز با لاستیک اتومبیل. و در نهایت در اتاق تنوع زیستی حیوانات تاکسیدرمی شده، مار و جنین، فسیل و انواع سنگ ها، هرباریوم و قاب عکس های طبیعت ارائه شده است. این اتاق از جذابیت بیشتری نسبت به سایر بخش ها برای بازدید کنندگان برخوردار است. موزه‌ای که گوشه‌هایش رو توی تصاویر دیدید رو این دوستان ایجاد کردن. بپرسیم چگونه؟ ما دنبال یه مکان بودیم که واسه جلساتمون که برگزار میکنیم و چون ما واسه یه مشکلی که بیشتر انجمن‌ها، حتی میشه گفت انجمن‌های کل کشور دارن، نداشتن یه مکان واسه جلسه‌شون هست. ما گشتیم و یه حمام مخروبه رو پیدا کردیم که اون حمام مالکیت خصوصی نداشت، مال یه محله بود. یعنی محله پول گذاشته بودن رو هم و این حمام رو ساخته بودنش. ما هم رفتیم که با یه جلسه با بزرگای محل و شورای مسجد برگزار کردیم و قرار شد که اینجا رو به مدت 20 سال در اختیار ما بگذارن. یعنی کاغذ نوشتید 20 سال؟ آره 20 سال. تو جاله آره. قرارداد نوشتید؟ قرارداد بستیم که 20 سال در اختیار ما بذارن، به ازایش ما اونجا رو بازسازی کنیم. چه فکر خوبی، چه جوری بازسازی کردی؟ ما چون پولی نداشتیم، اگه پول داشتیم خب یک مکان از اول خودمون کرایه می‌کردیم یا می‌خریدیم. به خاطر اینکه پول نداشتیم بچه‌ها رو جمع کردیم، گفتیم که ما باید از توان خودمون استفاده بکنیم. یعنی حتی جاهایی که نیاز به کارگر و بنا و اینا داشت خودمون کار کردیم. ولی بعد توی پرانتز بگم ایشون گفت خود خانم بهرامیان گل می‌گرفت و نمیدونم گچ درست می‌کرد. با همت همه بچه‌ها که هر کدومشون هر کاری که از دستشون برمیومد با همدیگه شروع کردیم به ساختش. بعضی جاها خب نیاز واقعا به پول داشتیم، برای همین خود بچه‌ها از خانواده‌هاشون کمک کردن. این خیلی از مردم محلی هم اونجا خیلی به ما کمک کردن. حتی موقع‌هایی بود که ما خیلی خسته بودیم، چیزی نبود که مثلا بخوریم، یه نوشیدنی خیلی میتونست به ما کمک بکنه و روحیه بده، که همسایه‌های اونجا خیلی به ما تو این زمینه لطف داشتن و خیلی مواقع با همین کاراشون خستگی رو از تن ما درآوردن. از شما بپرسم الان که 3-4 سال اونجا رو بالاخره مجهزش کردید، استفاده میکنید، راضی هستید از این که این حرکت انجام دادی؟ حس میکنید کار واجبی بود یا اینکه نه حالا توی شهرستانی جام ندارن بسازم با بی جایی؟ یه جوری جا مهم نیست، کار مهم است. کدام؟
ما روزای اول من فکر می‌کردم که اینجور استقبال نشه، میگفتیم یه جور جذابش کنیم که مثلا بازدید کننده هم خسته نشن، ولی خوشبختانه طوری شده که مثلا فقط منتظرن در موزه باز شه فوری بیان داخلش. آره یعنی یه پاتوق شده. آره چه جالب. خب من اشاره بکنم براتون که هفته پیشم توی پاتوقی بودم که یه قهوه خونه بوده توی همون بندر عباس و کنگ، یه قهوه خونه بوده، ناخداهایی که دیگه الان خیلی دریا نمیرند و پیر شدن این حرفا جمع شدن با همون قهوه خونه تبدیل به موزه دریا نوردی کردن، یعنی مشابه کار این دوستان. حالا این دوستان مردم شناسی شهر خودشونو کردن، حالا بعدم بهش میپردازیم. یه موزه دیگه همین وسط ها وجود داره که کاملا متفاوت از این موزه است. ازتون اجازه میخوام مردم ببرم به دیدن این موزه، موزه‌ای که تو دل طبیعت گمه، پنهانه، یه چیزی مثل کشف گنج. باید بری ببینی کجا این موزه هست، این گنجه کجاست و پیدا کنی. با هم بریم. من یکی از این موزه ها، یکی از این موزه های پنهانی، یکی از گنج ها رو بر حسب اتفاق توی حاشیه بندر عباس تو این سفرم پیدا کردم. با هم ببینیم. دارم من کنجکاوی میکنم تو این سنگا ببینم میتونم نشانی از نقوش چوپانی بیابم. میدونید آخه چند روز پیش یه سری از دوستان کارشناس و محققای محلی استان جمع شده بودیم، داشتم ازشون میخواستم بپرسم که چه سوژه هایی هست من میتونم تو این استان بهش توجه کنم. یکی از سوژه هایی که یکی از دوستان اونجا گفتش که ما سنگ نگاره های متعددی داریم در شمال غرب استان هرمزگان و این سنگ نگاره ها خیلی جالبند و فلان و بهمان. جمعی نشسته بودیم و اینو صحبت میکردیم، من هنوز عکس و فیلمی ندیده بودم راجب این چیزایی که حرف میزنن. گفتم خیلی جالبه سنگ نگاره، حتما بریم. معمولا سنگ نگاره اسمش که میاد من یاد قرون تاریخی میافتم، دورانی که بالاخره انسان یه خطی چیزی داره، خیلی اطلاعات نهفته تو این سنگ نگاره ها پیدا میشه. هیجان زده شدم، ولی بعد یه ساعتی که ایشون کتابی باز کرد و به من توضیح داد تازه متوجه شدم که منظور از کلمه سنگ نگارهی که ایشون به کار برده نقوش چوپانیه، که من تو ذهنم بیشتر به نقوش چوپانی میشناسم اونها رو. نقوش چوپانی، من حالا شاید عبارت سنگ نگارم غلط نباشه به کار بردنش، نقوش چوپانی تو اینجور سنگا، مخصوصا سنگ هایی که کنار چشمه است، اینجا یه چشمه، این بالاتر چشمه فصلی ها، شاید فقط مثلا چند روزی از سال و یه مدتی از سال باشه، معمولا نقوش چوپانی کنار چشمه ها دیده میشه، روی صخره ها دیده میشه. یک تئوری این است که چوپان ها وقتی گله هاشون رو می آوردن به آب بدن، رها می کردن برای استراحت میان روز گله ها، خودشون بیکار میشدن، مینشستن روی این صخره ها و این حرف ها نقش میکشیدن، ترسیم میکردن. و به همین دلیله که ما عمده نقوش چوپانی که بز، کله، نمیدونم دعوای این هاست، شاخشونه، اشکال برای ما گنگه ولی برای اونها احتمالا معنی داره، اینجور چیزا رو میکشیدن، مخصوصا سنگایی که هوس نوشتن ایجاد میکرد، مثل این سنگا. این سنگا خیلی هوس نوشتن تو آدم ایجاد میکنه، یعنی یه تیکه سنگ سفت‌تر ورداری، نه این که الان شلتر از اون یکی ها، یه تیکه سنگ سفت‌تر ورداری روش شروع کنی به کشیدن، بماند نقشش، بماند. حالا جالب اینه که
این چوپانی که به این هوس افتاده بود نوشته بود، گفتم دلایل هوس افتادن یک بیکاریشه، گله نشسته استراحت میکنه خوابیده یا سر چشمه است، بیکاریشه. دو هوس تألیفشه، مغز داره هوش داره میخواد یه اثر به جا بگذاره. و سه بستر مناسبه، بستر مناسب. تو این گفتم که این سنگای این چنینی، ببینید اون سنگا رو منظورم، این سنگای این چنینی بستر به این هوس انگیزی، مثل یه کاغذ سفید جلوی بچه بذاری با یه خودکار، خب معلومه که برمی‌داره خودکار رو سعی می‌کنه یه چیزی بکشه. میخوام بگم این هوس بعد از مثلا 5000 سال روی یک نوجوان سال 1390 اند اخیر ما هم ایجاد شده. این هوس نگاش کن اسمش کنده اینجا رو سنگ، یا جای دیگه هم من دیدم همون هوس ها، دقیقا نگاه کنین. یا مثلا این ورترم بود، بیاد ببینم کجا بود، هست خلاصه بیاد جلوتر نشونتون. چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که این نقوش چوپانی همه جای ایران هست، هزاران موردش هم هست، هزاران مورد، و عجیبه، یعنی واقعا چوپون‌های اینجا حاشیه خلیج فارس کنار تنگی هرمز هم همین اخلاق و رفتار و شرایط ایجاد شده، چوپون‌ها نقش می‌کشیدن کنار چشمه. اون وقت مثلا کجا بگم، اردبیل مفصلش رو دیدم. ما تو اردبیل، اردبیل هم بری ببینی کاملا شمال غرب ایران، شاید 1500 کیلومتر فاصله از اینجا، اونجا همین چنین باشه. اونجا با اون اقلیم متفاوتش، هوای سردش، چوپونهاش، رفتارهاش جور دیگه بودن، علف ها جای دیگه پخش و پلا بودن، اینجا علف و آب جای دیگه پیدا میشه، چوپونهاش فرهنگ دیگه بزرگ شدن، اصلا شاید چوپون کمتر داشته، بیشتر ماهیگیر داشته، ولی بازم مشابهت ها هست. خیلی عجیبه. حالا برم اون ببینم اونجایی که آب با فصلی هست و چشمه بوده چه شکلیه. خب حالا این که کنجکاوی دوربر چشمه چه دیدم، باید منتظر بمانید برای یه گزارش بعدی که ادامه این صحبتاتوش هست، به شرطی که اون چشمه رو یه جماعتی نرفته باشن، بساطی پهن کرده باشن، آتیشی روشن کرده باشن، تیری برداشته باشن، تفنگ بادی حیواناتش رو بزنن، در اینجا چهار تا پرنده هم که ممکن بود دور اون چشمه دیده بشه دیگه دیده نشه، آتیشش سنگا رو سیاه کنه، درختاشو بشکنن برای آتیش روشن کردن، غیره و غیره و غیره. کوهستانی که دره‌هاش و چشمه‌هاش و این حرفا، یا مثلا همونطوری که گزارشی که دوستان پخش کردن، یه دره زیباست، 60 لوله سیاه رنگ مارگونه 10 کیلومتری می‌بینی تو این، از اون بالای دره کشیدن تا برسه مثلا یه خونه‌ای برای خودش یه ذره آب برداشته، یه خونه بعدی یه شیلنگ دیگه، یه خونه بعدی یه شیلنگ دیگه، شهر برای خودش یه شیلنگ بزرگ. تو دره میری می‌بینی اینجا به نظر میاد داکت تأسیسات یک کارخونه از نه دره کوهستان زیبا. شما شنیدم کمپین یه فعالیتی برای کوهستان دارید. آره، کمپین ناله کوهستان یاری کودکان. چیکار بکنید؟ قراره که از شما بپرسم. کمپین ناله کوهستان یاری کودکان عنوان کمپینیه که قرار هفته آینده به مناسبت روز جهانی کوهستان فعالیتش رو با اجرای طرح هر بطری یک درخت آغاز بکنه. اینکه عنوان این کمپین رو گذاشتیم ناله کوهستان یاری کودکان به خاطر این هستش که ما می‌خواستیم فریاد کوهستان، اینکه کوهستان در حال نابودی هست و در حال ناله زدن و فریاد کشیدن هست، این فریاد رو کودکان وسیله‌ای باشن برای اینکه این فریاد رو به گوش بزرگترها برسونن، چون بزرگترها پنبه توی گوش‌هاشون گذاشتن و اصلاً صدای ناله کوهستان رو نمی‌شنون. برای همین از بچه‌ها استفاده کردیم، به مدت یک سال و نیم دو سال هست داریم روی بچه‌ها کار می‌کنیم برای اینکه ذهنیت اونها رو آماده بکنیم در مورد طبیعت، محیط زیست و معضلات کوهستان، و الان که ذهنشون آماده شده و درگیر طبیعت شده میتونیم این کمپین رو راه اندازی کنیم. و این خیلی خوشحالیم که راه اندازی این کمپین مصادف شد با اومدن ما توی این برنامه، چون این کمپین یک کمپینی نیست که در سطح شهرستان فقط فعالیت بکنه، کمپینی هستش که قرار در سطح کشور فعالیت بکنه و همه کودکان و نوجوانانی که علاقمند هستن حافظ کوهستان باشن میتونن عضو به این کمپین من بشن. یه لحظه ازتون اجازه میخوام، چون میدونم یه قطعی هم در این مورد داریم. نه قطعه رو نه، کمپین ناله کوهستان یه گزارش داریم ازش، یه قطعی داریم، اینو با هم ببینیم بعدش این صحبت رو ادامه میدیم.
یکی از مشکلات کوهستان معادنیه که در منطقه میزنن. یک مثلا همین معدنی که پشت سر من هست معدن سنگه که به خاطر رعایت نکردن قوانین محیط زیستی یا هر چیزی که مربوط به محیط زیسته باعث شده یک من همینطور که می‌بینید چهره کوهستان از بین بره، دوم پوشش گیاهی منطقه از بین میره، سوم به خاطر رعایت نکردن مسائلی که مربوط به خاک هست باعث فرسایش خاک میشه و وقتی که بارندگی بشه این خاک همراه با آب به سمت پایین میاد که این موضوع خیلی مهمی برای منطقه و همونطور که می‌بینید چهره کوهستان به طور کامل از بین رفته. این منطقه معروف به قلعه سنگی یکی از مراتع رشته کوههای زاگرس که متاسفانه نابود شد. این منطقه در گذشته بنابر اسناد موجود غنی از گونه‌های گیاهی با ارزش نظیر کده، قیاق، جاشیر، زرشک، زنبق و غیره بوده است که در حال حاضر در اثر چرای بی‌رویه و همچنین عوامل طبیعی همچون خشکسالی‌های مداوم در حال طی کردن مسیر قهقرایی و از بین رفتن کامل می‌باشد. نکته‌ای که من می‌خوام جز کنم خدمتتون روش بهره برداری بهینه از گیاهان دارویی. وقتی که همشهریان عزیز تشریف می‌برن توی عرصه‌های طبیعی توده‌های طبیعی می‌بینن چند نکته رو مد نظر داشته باشن. یکی اینکه هیچ گیاهی نباید از ریشه خارج بشه. دوم اینکه این گیاهان دارویی که وقتی به یک توده گیاهی برخورد می‌کنن این توده گیاهی حداقل 50% توده گیاهی باید برداشت نشه و راه‌سازی بشه برای بذردهی. اونای گیاهی رو بیشتر در حد مصارف خانوادگی خانگی برداشت بکنیم، نه به عنوان یک شغل تجاری و بهره برداری اقتصادی، زیرا در این صورت اونهای با ارزش و انقراض روبرو خواهند شد. اگر همینطور روند تخریب کوهستان ادامه پیدا کنه در آینده نچندان دور چیزی به نام طبیعت کوهستان نخواهد داشت. اگه گیاهان نابود بشن بعد حیوانات و بعد کل حیات نابود بشن. هر 700 سال 1 سانتی‌متر خاک تولید می شود. پس از این گنجینه گرانبها خوب محافظت کنید. خب خدمت شما عرض کنم برنامه سرزمین ما هم به شدت مشتاق حمایت از این گونه فعالیت هاست، چه در سمیرم و انجمن پیام‌آوران سبز سمیرم و چه در باقی انجمن ها و نهادهای کل کشور. حالا در این مورد خاص در مورد کوهستان توجه کردن به ناله های کوهستان از آقای بهرامیان میپرسم مردم مثلا چیکار میتونن بکنن بقیه ایران برای این کمپین نمیخوام بکار ببرم فارسیش چی بود؟ پویش بود. پویشتون میخواد چه بکنید؟ اون مردم که به کوهستان میرن و اگه میخوان گیاه ها رو بچینن گیاه ها رو از با پیازش و ایناش نچینن، چون متاسفانه یا واسه کارهای صنعتی واسه فروش و اینا نشه، فقط واسه مصرف دیگه خونه شون. دیگه از چی دلت خونه غیر از این گیاهان بگو. یه دونش اینه که متاسفانه وقتی میرن کتیرا میزنن، کتیرا رو که زدن خاکاش رو که بر میدارن تو خاکاش رو بر وقتی که تموم شد کارشون برش نمیگردونن پایش، چون تو سرمایی که بزنه متاسفانه کتیرا از چی میگیرن؟ آره از گرمان کتیرا میگیرن. خب از شما بپرسم بقیه مردم ایران چی میخوایید؟ من از همه مردم میخوام که به عنوان حامی کوهستان و حامی طبیعت عمل بکنن و فکر بکنن که زمین مادر همه ماست. چطور از مادرشون به مادرشون احترام میذارن و ازش مراقبت میکنن در زمان پیری. الان هم ازشون میخوام که از کوهستان و طبیعت حفاظت کنن. تو این پویش دقیقاً چی کار بکنن؟ چیزی بفرستن، حرکتی بکنن؟ این پویش به صورت توی فضای مجازی پخش میشه و هر کسی که میخواد عضو این پویش بشه میتونه وارد این حالا کانال تلگرامی که ما ایجاد میکنیم وارد این کانال میشه و توی هر مدرسه و هر مهد کودکی یک نماینده میتونه داشته باشه توی هر شهرستانی که اینها آموزش هایی رو که ما به اونها میدیم در مورد اینکه حالا شیوه چیدن گیاهان کوهستان به چه صورت باشه، اینکه در مصرف آب باید صرفه جویی بکنن و موارد دیگه اینها رو بتونن نشر بدن.
خیلی عالی، ممنون از شما. و اما نکته بعدی که داشتیم، شما یک تک ویدئویی فرستاده بودید، قرار بود صحبتایی بکنیم در مورد فعالیت‌های مخرب برخی معدنکاران. تا اون حدی که من این صورت جلسه است، یعنی دوستان قبلا قطعاتی برای ما فرستاده بودن، فیلم و صحبت و سند و فتوکپی و این حرفا، که آقا یه معدنی تو منطقه ما وجود داره، غیر قانونی به نظر میرسه هست و داره کوه ها رو خراب میکنه، که تیکش هم اونجا دیدیم. در مورد معادن خیلی حرف زیاده، از طرفی یه جماعتی میگن که خب معدن شغل آور، ثروت ایجاد میکنه، دست نزنیم پس با فقرمون چه بکنیم. جماعت دیگه هم میگن چرا اینجوری دارید برداشت میکنید، این خاک رو کوه کندید از جا و خاکاش هم ریختید در راه ها و گذاشتید رفتید. این با مدیرانی هم صحبت کردیم، به مدیر سمیرون صحبت کردیم، حواله دادن به مدیر بالادست در استان، با مدیر بالادست در استان صحبت کردیم، گفتن چون با 3-4 تا سازمان این قضیه درگیره، 2 سالی هم از معدن رو تعطیل کردیم، اجازه بدید تکلیف این رأی نهایی اجماع این 3-4 تا محیط زیست و نمیدونم منابع طبیعی و معادن این حرفا روشن بشه، بعد اون موقع من تو تلویزیون حاضر بشم جواب بدم. در نتیجه نیومدن تو تلویزیون بیشتر توضیح بدن به ما. حالا چون 2 سالم از تعطیله، ما میتونیم یه مدت دیگه هم صبر کنیم تا تکلیف روشن بشه. نکته ناگفته‌ای هست؟ نه، فقط این که ما از مسئولین میخوام، چون این معدن مدتی که فعالیت میکرد مجوزش از یک استان دیگه صادر شده بود. بله، من فقط میخوام که یک تشخیص دادن که دیگه پیش نیاد. آفرین. به خاطر اینکه الان دیگه نابود شده اون منطقه. خب درسته که متوقف شده، ولی به قیمت نابودی و از دست دادن خاک اون منطقه و پوشش گیاهی اون منطقه. امیدوارم دیگه این اتفاقات تکرار نشه. خوشبختانه حالا 2 سالی است که متوقفه. کمتر از 2 سال متوقفه. بله. خب آقای اهرامیان، اجازه میخوام ازتون بریم یک گزارش دیگه ای رو ببینیم که بعدش مجالی ببینیم چقدر باقی مونده در مورد اون صحبت کنیم. این گزارش بعدی ما برمیگرده به چی بود؟ خودم گرفته بودم آه، شهر گم شده. یک شهری گم شده، رفتیم بگردیم پیداش بکنیم. اینو با هم ببینیم. میخوام براتون تعریف کنم یه شهر از توی گیلان که این شهر رو اونجوری که باستانشناسا کاوش کردن مال قرون میانی و اولیه اسلامه، یعنی چیزی در حدود 700-800 سال 1000 سال پیش دوران اصلی رونقش بوده. بریم ببینیم اینی که شما میگی. 2 سال، یه دونه اینجا یه دونه اونجا. بذاری آقای دکتر جلو برن. آقای دکتر بله. شما میدونی دکتر خودش ایشون اینجا رو کشف کردن. رو من نمیدونم چرا توی گیلان و مازندران جا به جایی شهرها در طول تاریخ خیلی بیشتر از جاهای دیگه رخ داده. شاید البته این حرفو جدی نگیرید، چون خیلی من آمار صحیح ندارم که بگم اینجا بیشتر بوده بقیه ایران کمتر بوده. توی یه جور دیگه بگیم من بیشتر دیدم شهرهایی رو که جا به جا شدن در طول تاریخ. چی میگن؟ نهر داره. هر رودخونه؟ از رودخونه نهر زدن. می آوردن اینجا، فکر کنم نهرش هستش. اینجا سخت. از عمده ترین علت ها زلزله بوده. زلزله یه شهری رو بالکل از بین می برده. یکی دیگه تخریب دشمن بوده، می اومده شهر رو بالکل از بین می برده. مردم شهر یا می رفتن جای دیگه یا یه ذره اونورتر ایجاد می کردن. شما در آوردی نقشش رو؟ نقشش در آوردیم. یکی دیگهش بیماری و مرگ و میر و واگیردار و مرگ و میر شدید اهالی بود. یافته های جالبی تو این شهر دیدیم. اولا اینکه این یافته ها اینقدر زیر بوته ها و درختان جنگل چند یکی دو سه 300-400 سال بعدش دفن شده بودند که کاملا بر حسب اتفاق پیدا کردن که زیر همین های شهره.
و بعدن باستانشناسا رو دعوت کردن. به نظر میاد یکی دو فصل، یه فصل سال 80 و چند، فصل یعنی یه دوره، یعنی یه چند ماه باستانشناسا بردن، باستانشناسا رو دعوت کردن یه جایی، گفتن که اینجا رو کاوش کنید، و میگن یه فصل معمولا 3-4 ماه کار میکنن. یه 3-4 ماهی سال 81 و 83 اونجا حفاری کردن، بعد یه 3-4 ماهی هم جدیدتر، و تو این چندین ماه کار کردن ها متوجه شدن که خیلی پدیده جالبی تو این شهر است. حمامشو در آوردن، دیدن او چه حمامی، پس یه شهر اساسی بوده، شهر کوچولویی نبوده. اینجا استخر داره، استخر بزرگ. حمامه؟ نه، آب میریختن توش. حمامش بنظرم بیش از 350 تا 400 متر باید باشه، این پلان میشه. این تموشای آبه، نه؟ این تموشاش آبه، همونجا مثلا آبرسانی با تموش اینا به هم آب گرم و آب سردش رو، بعد خود کفش و زیرش گربروه بود دیگه. گربروه هم داره؟ گربروه هم داره، آره. یعنی بعد یکی از نکات جالب توجهی که اینجا ما داریم، کاشی هایی که داریم اداره حمام استفاده شده، نقش انسانه، نقش انسان و مرد و زن هستن، که موتیوهایی که از دوره تیموری معمولا ما داشتیم در جاهای دیگری گیرن، ولی اینجا در دوره صفوی با نقش انسان های شبیه مثلا نقش مغولی. گفتید دکتر آبش کجا می؟ آبستانش از طریق نه رودخونه نزدیکه. این رودخونه، رودخونه نزدیکه؟ آره آره. همون رودخونه؟ نه یه رودخونه دیگره این که دوتا به هم دیگه وصل میشن. پایینش معمولا رودخونه رو یه خود عریض‌ترش کردن، با دست کندن و به صورت سد مانند، یه سد کوچیکی که میبستن اونجا. آب با فشار از طریق نهری هدایت میشه به سمت خود این حمام شماره دوی گسکر. ولی از همه جالبتری که برای منم عجیب بود، برای باستانشناسا کشف کردم، من خوندم دیدم جالب بود، اینه که گورستان این شهر برخلاف گورستانهای معمول مسلمین که شیوه دفن مشخصه، جهت تدفین اینا کاملا مشخصه، تو این گورستان مخلوط بوده، خیلی نتونستن اون نظم اسلامی چون شهر دور اسلامی حفظ کنن. چرا؟ شناسا میگن که احتمالاً یک مرگ و میر شدید، یک کشتار، یک واقعی این چنین رخ داده که مردم نتونستن حتی مرده هاشون رو به شیوه صحیح اسلامی کامل دفن کنن، شاید مثلا رها کردن رفتن. در صورت الان که ما این دور زمانه که ما رفتیم به بازدید شهر، خوشبختانه اینجوری هم مه نبود، ما این شهر گم شده رو زیر این بوتا و درخت ها نشانه های ازش دیدیم. و میگم جالب اینه که ما هم حتی آنچنان در دل جنگل قرار گرفته که با کمک باستانشناسی که خودش ایشون اونجا یکی دو ماه هم کار کرده، رفتیم تو دل جنگل این نشانه های باقی مونده رو دیدیم و برگشتیم. تو برگشت گم شدیم. بله بله، دیرت نشاره. تو این راه مستقیم میره. باشه باشه. به ایسوارت. باشه باشه. دیرت نشه. شما برو آقا. خیلی ممنون ازت. این رودخانه چماچار میگن، اونم میگن بایزا. بایزا. آره. خیلی ممنون. شما برو به کارت برس. کدوم ده باید بری؟ من خوشاور. خوشاور. آره. موفق باشی. درواز بالا. خداحافظ شما. قربان شما برم. خداحافظ. خداحافظ. تو برگشت گم شدیم. توی همچین جایی، تو همین مسیرهای، شما تصور کن همین الان اینجا الان من تا حدودی میدونم کدوم وری میرم، یه ذره بازی گوشی بکنم گم میشم، نمیدونم از این ور میرفتم از اون ور میرفتم، مثلا اگه مه باشه مرتفع نباشه. اونجا تصاویر رو که میبینید مرتفع هم نیست، ولی کفیه، درخت هم بلندن، لابلای بوته هایی، هیچ چیزی غیر از آسمان و بوته جلوی نمیبینی. ما ماشینمون تو این قرمزیه است و خودمون الان تو این آبیه هستیم، حدود یک کیلومتر با هم فاصله داریم. بریم بریم. خب از شهر گم شده برگردیم، پیدا شدیم، برگردیم به استودیوی برنامه سرزمین ما. یادآوری بکنم که چه صحبت میکردیم. صحبت از یک پویشی بود که اگه میتونید در مورد کوهستان، دغدغتون، دلسوزیتون،
آنچه که شما را ناراحت میکند رو ثبت کنید و برای ما بفرستید، ما پخش میکنیم. دوستان متولیش هستند از سمیروم انجمن پیام‌آوران سبز. من هی اینجوری میپرسم، ممکنه اسمو یادم نرفته باشه، میخوام پررنگ بشه این فعالیت. شما هم گرد آوردید بفرستید، ما اینجا پخش میکنیم. چشم، حتما. خب نکته پایانی، من میخوام بگم که انجمنها، تمام انجمنهای کل کشور نیاز به حمایت دارن، ولی وقتی حرف از حمایت میاد همش حمایت پولی نیست، حمایت معنوی خیلی تاثیرش و خیلی بیشتر نیازمند هستن. بله بله، البته پولش هم لازمه. ببینم پول شما گیر میارید برای فعالیتاتون؟ پول که حالا بگم یه ارگان خاصی این باشه که به ما پول بده، نه، ما تو ایام عید که میشه مرکز و موزهی که داریم پولی میکنیم، به خاطر اینکه فقط هزینه‌ای که اونجا داره بر هزینه‌های خودش باشه، ولی اینکه خودمون بخوایم از قبل این کار درآمد داشته باشیم، نه. خب پیام نهایی، من از همه میخوام که واقعا همونطور که این برنامه داره تلاش میکنه در راستای آگاهی رسانی به مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست، امیدوارم روزی برسه که همه ایرانیان حافظ محیط زیست باشن. خیلی عالی. ما 4-5 دقیقه مجال داریم، تو این 4-5 دقیقه اجازه میخوام ازتون یک یادآوری بکنم که زلزله هایی که پس لرزه های متعددش رو در جاهای مختلف ایرانمون هم این روزها اخبارش رو میشنویم، تموم بشه و نیست، خیالتون راحت باشه که بگید تمام شد، خیالتون جمع باشه که هیچ وقت زلزله ها پایانی نخواهد داشت، تا کره زمین به سیاقی که این گونه است داره میگرده و زنده است، کل کره زمین زنده است، این زلزله ها هم باش هست. ما میخواییم تلاش بکنیم که خونه هایی بسازیم، سبک زندگی داشته باشیم که با این زلزله ها بسازیم اون دیگه به ما آسیب نزنه، بسیار کم آسیب بزنه. بنابراین یه قطعاتی داریم در انتهای برنامه مون که به نکات یادآوری و آموزشی زلزله میپردازه. منتها قبل از دقایق پایانی که فکر کنم یه دو سه دقیقه بیشتر ازش نمونده، یک بار دیگه از فعالیت دوستان تشکر کنیم، از این پویشی که ایجاد کردند، و بپرسیم که بیشتر، آخرین سوالاتمون بپرسم از ایشون، بیشتر جوابها، همکاریها از چه کسانیه؟ دانش آموزان، آدمای طبیعتگرد، آدمای تحصیل کرده روشن فکر، خانمای خانه‌دار، کیه؟ برای این کمپین، برای فعالیتش، برای فعالیت، کل فعالیتاتون، از جمله کل فعالیت ها که شامل همه افراد میشه، چه خانه‌دار، چه بیشتر کدوم جامعه، بالاخره جامعه، بخاطر اینکه همه افراد درگیر هستن با طبیعت، ما نمیتونیم بگیم قشر خاصی فقط درگیر طبیعت هستن، همه ما به طبیعت نیاز داریم، پس همه ما باید حامی طبیعت باشیم، ولی این کمپین صرفا برای کودکان و نوجوانان است. از کودکان میخواهید که اونا ثبت کنند و بفرستند؟ بله، کودکان و نوجوانان. دیدی تا حالا خودشون، آره دیگه، می‌خواستم بگم دیدی تا حالا خودشون بتونن عکس و فیلم بگیرن بفرستن هم تو شبکه‌های اجتماعی بشن؟ بعد یادم افتاد اوه دیدی چیه، ما داریم از اون یاد می‌گیریم. نکته پایانی دیگه نداری؟ خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون آقای بهرام از شما. اجازه می‌خوام که اون قطعه آموزشی در مورد زلزله‌مون رو ببینیم تا خداحافظی نوبتش میرسه. زلزله تداوم حیات با کوله نجات. کوتاه بود ولی امیدواریم که کوتاه و همیشه باشه پیام ما. تشکر از اینکه بیننده برنامه ما بودید. خیلی ممنون آقای بهرامیان از سمیروم انجمن پیام‌آوران سبز سمیروم. این سومین چهار رو بیبر پیام‌آوران سبز سمیروم هم مهمان ما بودن. تشکر از خداحافظ. بینندگان محترم، خداحافظی میکنم. تداوم حیات با کوله نجات.